من بی تو دم قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد خدایا شکر خدا شکر بابت تمام نعمت هایی که از راه لطف و رحمت و مهربانی بر ما ارزانی داشتیم و با درود و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور و صحت من بوده زندگی سرشار از صفا و سمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تا آت بادات و بندگی های تان قبول و مقبول درگاه اهدیت با کمال امتنان و افتخار با برنامه و وقت بیداری و موضوع خشونت های خانوادگی در افغانستان رو برای شما خوبان عزیزان هستیم و در خدمت استاد خوب ارجمندم جناب استاد مختاری استاد دانشگاه و حوزه و پژوهشگر جناب استاد سلام بر خیلی خوش, خوش برحمت برحمت شما سلام و رحمت الله سلام خیلی ممنون سلامت زنده باشین تشکر سالم باشین استاد بفرمایید سلام علیکم با بیننده ها دارید بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت جناب علی همکاران گرامی شما و بینندگان عزیز و ارجمند شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم ان شاء سلامت باشین استاد خیلی ممنون از حضورتون و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم استاد همونطوری که عرض کردم موضوع همچنان خشونت های خانوادگی در افغانستان هست جلسه گذشته عوامل بحث شد عوامل تاریخی داشت دینی فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی این موضوعات بحث شد در جلسات گذشته استاد در این جلسه دوست داریم که آثار و پیامدها را به بررسی بگیریم چی هست بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه خانواده ده. از ارکان اساسی جامعه است و خانواده سالم جامعه سالم رو به دنبال داره خانواده ده. متشدد پراکنده خانواده ضعیف خانواده همراه با خشونت و خشین سبب میشه که ما جامعه خشین داشته باشیم خانواده ده. ای که از فرهنگ بالایی برخوردار باشه جامعه را به سمت رشد و تعالی و ترقی سوق خواهد داد خانواده ای که در او آرامی و آسایش بوده باشه طبعا این آسایش و این رفاه را در جامعه منتقل خواهد کرد طبعا خانواده بسیار مهم هست توجه به خانواده و همینطور حمایت خانواده به لحاظ معنوی به لحاظ اخلاقی به لحاظ رفتاری وظیفه فرد فرد افراد جامعه و همینطور مدیران جامعه و حاکمان جامعه هست به هر حال ما در چند جلسه در ارتباط با عوامل خشونت بس کردیم که چه چی چیزایی سبب میشه خشونت در میان خانواده ها پیدا میکنه و وجود میاد و علال خصوص در جامعه افغانستان جامعه مظلوم افغانستان جامعه ای که همه چیزش از هم پاشیده علال خصوص در ارتباط با خانواده هم کارهای بهم. اساسی صورت نگرفته اگر یک محبت در داخل خانواده نباشه هیچ چیز دیگه طبعا دیگه. همینه دیگه برای همینه میبینیم خشونت در کشور ما جریان داره کارها با خشونت پیش میره و ما کمتر اطوفت و رحمت و رعفت را میبینیم جنگ ها ها کشمکش ها همه اینها تأثیر گذار هست خب اگر بیاییم ما آثار و پیامدهای خشونت رو در محیط خانواده مورد ارزیابی و دقت و کنکاش قرار بدیم خب در حوزه های مختلف این مسئله می آثار و پیامدهایی داشته باشم اولین اثری که ما در خانواده اثر خشونت رو در خانواده میتوانیم روی اون تکیه بکنیم تضعیف بنیاد خانواده است خانواده باید محکم و اساسی باشه ده. ولی خشونت در محیط خانواده ای بنیان رو تضعیف میکنه ای بنا رو سست میکنه متزلزل میکنه ای استقامت رو بالاخره از بین میبره که دلایل مختلفی داره یک بخش بخش آتیفی هست وقتی خشونت در محیط خانه و خانواده وجود داشته باشه حاکمیت حاکمیت خشونت بوده باشه طبعا یکی از آثاری که در اینجا به لحاظ بنیان خانواده تباروز میکنه سردی سردی روابط بین اعضای خانواده هست طبعا وقتی پدر نسبت به مادر خانواده خشونت میکنه یا پدر نسبت به اولاد و فرزندان خشونت یا مادر نسبت به فرزندان یا بالعکس خشونتی را اعمال میکنه طبعا نسبت این خشونت نسبت به هر کسی و فرزند باشه به همسر باشه به مادر بوده باشه طبعا یک فضای سرد را در محیط خانه و خانواده ایجاد میکنه یک چیز بحجب. مسلمه محبت ها از بین میره اون شور و شعف و حرارت و عشق از محیط خانواده کم میشه و رو به زوال برده میشه بنابراین اولین اثرش بحث سردی روابط خانواده است لذا وقتی پدری از خانه خارج میشه دیگه ای اولاد نسبت به این پدر دلتنگ نمیشه که خب پدرم رفت کاش زودتر برگرده کاش بیشتر پیش ما بمانه یا اگر این خشونت 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 همسر نسبت به مثلا خانوم بوده باشه شوهر نسبت به خانوم وقتی این شوهر از خانه بیرون میشه این همسر ممکنه پشت سریع او دعای خیر نکنه ممکنه نه. دعای بد بکنه بره که بر نگردی مثلا ولی اگر عشق و محبت بوده باشه برعکس اولا دلتنگ میشه تا چند قدمی او را ممکنه بدرقه بکنه و در حقش دعا کنه که بری زودتر برگردی با جیب پوری از پول و امکانات برگردی با سوغات برگردی این دعاهای خیر اینا خیلی مهمه. اینا اگر رابطه ها رابطه های سمیمی و عاطفی و اشقلانه بوده باشه به تعبیری طبعا بچه ها دلتنگ نه. پدر میشه اما اگر رفتار رفتار خشین بوده باشه پدر مثل یک حاکمی مثلا مطلق الانان یک حاکمی خشین در ده. محیط خانواده بوده باشه طبعا بچه ها از چهره او بیزاره میگه خب یک ساعت رفتن دیر رفتن تربیه بهتر ما یک راحتتر نفس, راحتتر میکشیم سردی روابط اعضای خانواده از ابتدایی ترین آثار خشونت هست به دنبال بحث وقت از لحاظ عاطفی رابطه ها که سر شد بحث مباحث اخلاقی شکل میگیره بحث پنهانکاری ها شروع میشه بالاخره وقتی ترس حاکم بوده باشه پنهان کاری ها به وجود میه اگر یک ظرف بشکنه این زن سعی میکنه او پنهان بکنه از ترس این که ما باید مورد مؤاخذه قرار بگیره اگر این کودک یا این فرزندی که بالاخره یک روز موفق نشده مکتب بره یا یک نمره کمتری گرفته یا یک خطای جزئی از او سرزده سعی میکنه او پنهان بکنه این پنهان کاری ها رفته رفته میشه تبدیل به یک اخلاق میشه تبدیل به یک میشه سعی میکنن بالاخره پنهان کاری رواج پیدا بکنه هر کسی چیزی را پنهان بکنه و پنهان از کاری ها زیاد طبعاً. پنهان کاری ها طبعا پنهان ها دروغ را به دنبال داره که یک گناهی کبیره است چون مجبور میشه از ترس این که ما با در مورد معاخذه قرار نگیره دروغ میگه مثلا اگر زن خانه پدرش رفته یا خانه یک همسایه رفته پنهان میکنه اگر یک کار دیگه انجام داده سعی میکنه پنهان بکنه این پنهان کاری ها به دروغ کار به دروغ گفتن ها و بالاخره به <تصفح> مشکلات اخلاقی سوق داده میشه و لذا میترسن از بیان حقیقت مثلا یک کودک میترسه به پدرش بگه که من نمره کم گرفتم مثلا نمره زیر پانزده گرفتم میترسه بگه که مثلا من قلم خود گم کردم کتابشه خود گم کردم یا کیف خود گم کردم جرعت نمیکنه سعی میکنه ایره به یک نحوی پنهان بکنه از ترسی مؤاخذه حاکم مطلق که مثلا پدر مه. خانواده باشه حالا فرقی نمیکنه در یک خانواده ممکنه پدر حاکم مطلق بوده باشه پادشاه خانه باشه و در یک خانواده ممکنه مادر بوده باشه مه. یا هر کسی دیگه ای که ارشد او خانواده است ولی رفتار خشین به گفتمان خشین داره بقیه اعضا مجبور میشه که برای پناه بردن از خطری که اونها را تهدید میکنه سعی کنه دروغ گفتن را یاد بگیره پنهانکاری را یاد بگیره و اینها رفته رفته اخلاق اعضای خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و طبعا این فرد وقتی وارد جامعه هم میشه چون پنهانکاری و دروغ گفتن در وجود اونی نهاده نشده این در محیط و در جامعه با همکاری خودش با همکلاسی خودش با همتیمی خودش و وقتی در رأس یک هرم قدرتی هم قرار میگیره اینها تاثیرات خودشه میگذارم نکته دیگه ای که هست به دنبال مسائل اخلاقی مسائل اجتماعی رو به دنبال داره وقتی خوف و حراس و خطر در محیط خانه و خانواده رخنه پیدا بکنه گاهی وقتا این خشونت ها سبب میشه که کارهای بالاتری صورت بگیره بحث فرار از منزل اتفاق میفته ترک خانواده مثلا موارد زیاد ما در افغانستان شاهد بودیم مخصوصا در سالهای اخیر که یک مقدار فضا باز شد بعضی مسائل رو شد در گذشته ها که دیگه همه چیز پنهان بود بله. ولی در این سالهای اخیر بعضی مسائل آشکار شد خیلی از زنها از خانه فرار کردن خیلی بچه ها و فرزندان از محیط خانه و خانواده فرار کردن خیلی از زنها به خانه های امر فرستاده شد اصلا درست. فلسفه تشکیل خانه های امر لاعقل در افغانستان همین مسائل بوده مسائل خشونت, خشونت های خانوادگی, خانوادگی بوده, بوده. این که خانه های امر از کدام آدرسی مورد حمایت قرار میگیره در اون خانه های چه اتفاقی میافته چه کارهایی صورت میگیره سرانجام کسانی که در اونجا پناه بردن سر از کشورهای خارج در آوردن مسائل دیگه اتفاق افتاد اینا بحث های پیامد های اجتماعی قضیه است لذا این مسئله سبب میشه که فرار فرار از محیط خانه و خانواده فرار از مکتب و پناه بردن به مسائل دیگر اینها جزء آثار و پیامدهایی است که به لحاظ اخلاقی بسیار بسیار خیلی از این مشکلات ها از این کمبود محبت از داخل خانواده با وجود میه مثلا بارزش مخصوصا بحث اخلاقی کلا از همینجا من شمی بسیار حالا بسیار اجازه بتونید یک میان برنامه بیننده های از گرامی سپاس از امراهیتان پس یک میان برنامه کتا دوباره ما را همراهی کنید بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید مثبت 964 780 255 413 13 پول ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست می توانید سوالات و نظریات ارزنده را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید و همچنان همه برنامه های ما در صفحات اجتماعی با آدرس هادی تیوی داری بارگزاری می شود و می توانید از اونجا هم سر بزنید و استفاده های لازم را ببرید ادامه برنامه با موضوع خشونت های خانوادگی در افغانستان است و رو برای شما خوبان همچنان هستم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد مختاری استاد دوباره خوش آمدید همچنان آثار و پیامت های خشونت بله همونطوری که عرض کردم اولین اثر اونده و اساسش تضعیف تزیف بنیاد برد. خانواده. خانواده است که حتی در مواردی دیده شده حتی خودکشی ها در اثر خشونت ها دست به خودکشی ها زده شده مثلا خود خودکشی کرده یا مثلا خود را سوزانده آتش زده نفت روی خودش ریخته تل ریخته یا دیگر کشی مواردی برعکسش هم بوده که وقتی کارت با استخوان طرف رسیده طرف را کشته ظالم را یا او کسی که ظلم کرده یا خشونت انجام داده یعنی مواردی ما لاعقل در افغانستان داریم نمونه های زیادی در رسانه ها پخش شد دومین دو فصلی را که اگر ما بخوایم از آثار خشونت در نظر بگیریم وسی تضعیف شخصیت انسانی قربانی هست یعنی وقتی یک کسی مورد خشونت قرار میگیره اون ما تعبیر به قربانی بکنیم قربانی خشونت حالا این قربانی خشونت میتوانه زن بوده باشه؟ زن خانواده یا مادر خانواده بوده باشه یا فرزندان خانواده بوده باشه خوش دوام خشونت در محیط خانه و خانواده شخصیت این قربانی رو روز به روز تضعیف میکنه شخصیت انسانی او از بین برده میشه مواردی رو من عرض میکنم اولین نکته در اینجا بحث احساس حقارت هست کسی که مورد خشونت قرار میگیره احساس حقارت میکنه احساسی کمبود میکنه احساس میکنه که نسبت به دیگرها چیزی کم داره عقلی کم داره قیافه کمی داره زوری کمی داره بالاخره یک سری کمبودها رو در وجود خودش در مجموع شخصیت خودش رو کمتر از دیگرها به حساب میاره این حس انسان را از درون تضعیف میکنه و خیلی خطرناکه خطرناکه روحیه انسان کشته میشه روحیه انسانی که به اصطلاح قربانی خشونت هست این آدم در محیط اجتماع هم خود را از دیگران کمتر حساب میکنه فکر میکنه به یک طبقه پایین تر است مثل که در افغانستان ما درجه بندی داریم دیگه خب در در در, لاقل در عرصه سیاسی در عرصه حقوقی و سیاسی ما ولایت های درجه در یک داریم درجه دون در داریم حالا من... شاید چهار و پنج هم داشته باشه این درجه من... خودش نوعی تحقیر کردن هست خب بالاخره انسان هایی من... که در ولایت من... درجه سه زندگی میکنه از امکانات درجه سه برخوردارن نه امکانات درجه اول یعنی او ما کمتر یعنی یک سه پله پایینتر به حساب آوردیم لذا حالا اون یک مثال عرض کردم ببینید در محیط خانواده یک کودکی که وقت مورد خشونت قرار میگیره یک زنی که مورد خشونت قرار می یا برعکس مردی که مورد خشونت قرار می گاهی وقتا اتفاق افتاده که برعکسه یه آدم خود کم حساب میکنه از اون آدمی طبقه بندی رو در بحث ما جا نداره ولی خب موضوعیه که یک وقتی کسی نگویه که به از موضوعات بزرگ بزرگ رد میشیم چون خب متعلق به موضوع برنامه نیست و خیلی جای بحث داره که برای چی در یک جامعه بله. در یک کشور واحد مثلا مردم ایران کی از سوی مثلا بزرگان و مثلا حاکمان یک جامعه طور یک تقسیم بره. بندی شود این موضوع رو ما قطعا به یاد داریم ولی خب جای بس در برنامه ما رو نداره در ست. جای دیگه مورد بحث قرار بگیره بره. اینا خب بالاخره بحث های اجتماعی هست اینا از درون خانواده ها شکل میگیره این احساس احساس حقارت بالاخره از خانواده شروع میشه در محیط مدرسه در جامعه در ادارات هم طور کشانده میشه و نکته دومی که در اینجا هست این هم وقت احساس حقارت در, در درون انسان رخ نکرد سبب میشه که این انسان گوشگیری را انتخاب بکنه بره به زاویه ها با گوشه که کمتر موردی دید قرار بگیره کمتر مورد سوال و پرسش قرار بگیره کمتر باری روی دوشی او گذاشته شود یا مسئولیت با او واگذار شوه گوشگیری ها را انتخاب میکنه و این گوشگیری ها نه. بالاخره از لحاظ اخلاقی و از لحاظ روانی مشکلات زیاد روانی رو ایجاد میکنه بسیاری از خود این زمینه اعتیاط را فراهم میکنه برای انسان ها گوشگیری ها اعتیاد را به دنبال میاره گوشگیری ها خود ارزایی ها را به دنبال میاره که اینها به لحاظ اخلاقی و به لحاظ روانی بیماری های بسیار مهلکی است که ما در جامعه خود داریم در بسیار جوامع این مسائل وجود داره در جامعه اه. افغانستان نیست ولی ما خب به نخره مثال بیشتر از افغانستان رو خود ما میاریم جوانهایی که معتاد میشه جوانهایی که به گوشگیری و امزوا رو میاره جوانهایی که به خود ارزایی رو اینا مسائل بسیار مهمه به لحاظ بهداشتی بسیار مسائل مهمی اینا ضربه های بسیار کلانی به اخلاق جامعه وارد میکنه به روان جامعه وارد میکنه این نکته دوم هست در ارتباط با تزیع شخص شخصیت انسانی انسان قربانی زیر سوال میرم نکته دیگه ای که در اینجا هست وقتی این رو روند ادامه پیدا بکنه بحث اعتماد به نفس از انسان گرفته میشه یک انسانی که خود را حقیرتر از دیگران حساب میکنه به خود نمیتوانه تکیه کنه همیشه سعی میکنه پس به دیگران تکیه کنه خود را قابل این نمیداند که یا شایسته این نمیدانه که این ظرفیت در وجود او هم هست سعی میکنه به دیگران تکیه کنه نمیتونه به خود به خود اعتماد به نفس خود را از دست میده لذا انسان هایی که اعتمادی به نفس نداره اهل رسک نیست جورت نمیکنه کار عمده و یک کار فوق العاده در محیط خانه به صورت فردی یا در محیط جامعه مثلا در وارد بازار که میشه جرأت معامله کلان نداره جورتی به کاری کلان نداره جورتی به دوش گرفتن یک مسئولیت کلان را نداره چون به خود تکیه نمیتوانه بکنه به خود اعتماد نمیتوانه بکنه اعتمادی به نفسش از بین میره همیشه این گونه این دسته از افراد همیشه تل... به خود تلقین میکنه که تو نمیتوانی یعنی تلقین نتوانستن چون در روز خانه بروز بوده و خانواده موضوع تلقین اه. کرده روز به روز شخصیت <تصفح> چون خانواده خانواده ای که خشونت در او حاکمه یا اون کسی که خشونت را انجام میده طرف را که مورد خشونت قرار میده تضعیف میکنه که تو نمیتوانی تو ای شایستگی این کار نداره تو لایق این جایزه نیستی تو لایق این مقام دارد. و لایق این غذا و لایق این پوشیش و این لباس و این کفش و این کلا نیستی یک سر او کسی که خشونت میکنه او هم بالاخره همینطور خشونت خوش نمیکنه حرف همیم. میزنه طرف رو تحقیر میکنه زنش تحقیر میکنه که تو چنینی تو چنانی تو مثلا مثلا مثل, مثل, مثل زن دیگه نیستی تو مثل زن همسایه نیستی تو مثل زن مم. فلانی نیستی تو لیاقت نداری تو قضا بلد نیستی تو خانه‌داری بلد نیستی تو همینطور اینا بار میشه الفاظ و کلمات مثل باران سنگ بر قربانی خشونت وارد میشه لذا او شخصیتش روز برس کشته میشه لذا اینها اعتماد به نفس, به نفس رو از او میگیره لذا اهل ریسک نیست نکته دیگه ای که در اینجا در بحث تضعیف شخصیتی هست اینه یعنی که حق جلو دادن ظلم ظالم هست یعنی طرف میگه خب من حق من این بوده او حق داره که مرا سیلی بیزنه او حق داره چون پدر من حق داره مرا بزنه یعنی در اونجا قرار میگیره که همه رو بپذیره همه بارها رو بپذیره به دوش بکشه این مسئله خیلی مسئله مهم هست حق جلوه دادن ظلم برای ظالم بالاخره شوهر حق داره مرا بزنه شوه... شوهر شوهرم ما... من حق داره من استخوان مرا بشکنه چشم مرا کور کنه موارد زیادی ما از این گونه ظلم و ستم ها متاسفانه در افغانستان مخصوصا در قرا و قصبات و در اطراف ما شاهد بودیم هنوزم ادامه داره که بالاخره یک شوهر خود رو مالک زن میدانه مالک اولادش میدانه میتونه اولادش معامله کنه بفروشه در این سالهای اخیر چقدر شنیدیم ما شما بانه، بانه، بچه های نفسه. خودشان رو در معرض فروش قرار دادن خب بالاخره به خاطر گرسنگی یا مسائلی از این دست لذا این مسئله مسئله بسیار مهمی که برای حاض روانی شخصیت قربانی رو کاملا له میکنه که طرف به ظالم حق میده که ظلم بکنه به این کسی که مورد ظلم قرار گرفته حالا این ظالم فرق نمی پدرش باشه یا خب پدریم است یعنی در وجود او و در ذهن او نهاده نمیشه اگر زن هست می خب شوهری است حق داره بالاخره حق داره ما رو بزنه حق داره هر بلای سر ما بیاره حق داره ما رو زندان بکنه حق داره ما رو از ملاقات با خانواده و فامیل ما من بکنه شوهری ماست یا مثلا این در محیط گاهی وقتا در جاهای دیگه هم سرایت میکنه حتی در محیط مکتب و مدرسه و اینها هم سرایت میکنه او استاد ما استاد حق داره استاد نه. پدر معنوی حق داره ما رو بزنه و کجا حق داره و حتی این دیگه کم کم تبدیل به ضرب المثل شده لا در وطن ما و شما در در افغانستان بارهایی رو ما از کودکی شنیدیم ضرب المثل است که تا نباشد چوبی تر فرمان نم. نبرد گاو خر س... یعنی شما تصور بکنید آدم ظالم نسبت به خانواده ظالم آره کارش به جای رسیده که دیگران رو گاو خر تلقی میکنه یعنی تصفیح. فس... اونا بالاخره از رتبه انسانی خارج میکنه اصلا این ضرب بر اساس چی به وجود آمده ضرب الاس... ها معمولا بر اساس یک فرهنگ غالب ایجاد میشه آمین. یعنی, آمین. یعنی یک کاری که تبدیل به فرهنگ میشه در محیط جامعه و در محیط اجتماع او در مورد زمان به شکل های مختلف تبدیل به ضرب میشه فرهنگ به فرهنگ طرف رو میزنه بچه رو میزنه تا سرحد مرگ اولادش تا سرحد مرگ سر میزنه که خب تا نباشد چوبی تر فرمان نبرد گاو یعنی گابخر هست خب وقتی تو اولاد خودت هم توهین میکنه او اصلا متوجه نیست که به صورت غیر مستقیم در واقع تو به خود توهین کردی وقتی اولادت گاو خر تلقی میکنی خب پدری و خر دیگه چیه وقتی همسر شما و خر تلقی میکنه خب تو باید و خر زندگی میکنی اینا مسائل بسیار مهم اخلاقی و شخصیتی است که از لحاظ شخصیتی شخصیت انسانی, انسانی انسان قربانی کاملا له میشه با. زیر سوال قرار تشکر استاد یک میون برنامه ببینید. پس یک میان برنامه کوتا دوباره با ما همراه باشید. دوباره خوش آمدید سلام عرض می کنم خدمت او از عزیزای دلی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده برنامه‌ای با وقت بیداری را از تلویزیون جهانی هادی بیننده هستید موضوع بحث خشونت های خانوادگی هست و همچنان در خدمت جناب استاد مختاری هستیم استاد خوش آمدین دو مورد بحث شد تضعیف بنیاد خانواده و تضعیف شخصیت انسان در رابطه با آثار و پیامدها خب بخش دیگه ای که جزء آثار و پیامت های خشونت است از بین رفتن عزت نفس هست حالا ما با این تعبیری ای مسئله را بیان ببین اساسا انسان همطور که در برنامه مطلب قبلی هم تا حدود اشاره شد خداوند انسان را عزیز آفریده خداوند انسان را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده و وقتی انسان خلق میشه اونجا خداوند به خود تبریک میگه تبارک الله احسن الخالقین خدا خداوند بشر رو زیبا خلق کرد انسان زیباترین مخلوقی پروردگاره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان در بهترین قامت و بهترین شکل خلق شده انسان من حیث هو انسان دیگه فرق نمیکنه سیاه باشه سفید باشه عرب باشه عجم باشه انسان شو. هر کی در دا 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 دایره انسانه یعنی انسان در روایات هم هست به لحاظ زی زیبایی از همه فرشته ها و ملائکه ها زیباتر هست اما بستگی به این داره که ما زیبایی را در چی ببینیم زیبایی انسان در کجای انسانه انسانی که خلیفت الله خلق شده این نی جایلون فی الارض خلیفه خداوند و از ملائکه نخواسته خلیفه خدا روی زمین باشه از حیوانات از دایناسور و از فیل از ذرافه نخواسته که هر چم بزرگ و جانشین باشه. خدا باشه از انسان خواسته انسان را به عنوان خلیفه خود در زمین در نظر این نی جائل فیل الارض خلیفه برای همه این خلیفه این جانشین اونقدر ارزش داره که اگر یک انسان بی جهت کشته میشه میسی که همه انسان ها کشته شده من قتل نفسن به غیر نفسن. خب حالا نمیخوایم واردیم او ما نمیخوایم وارد اون مباحث بشیم بحث اینه که حالا اگر ما بیایم شخصیت انسانی این انسان رو اونقدر له کنیم در اثر خشونت که طرف خود را بالاخره چند درجه پایین تر به حساب بیاره عزت نفس خود را از بین ببره و بکشه طبعا این ظلم فاهش است که صورت میگره لذا که از آثار ها و پیامدهای های خشونت،, خشونت،, دوامدار در محیط های خانواده اینه که انسان دیگه این عزتی که خدا به او داده این عزت این عزت را نادیده میگیره یعنی این عزت را فراموش میکنه که او عزیز هست ان العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین. همون گونه که خدا عزیزه رسولش عزیزه مؤمنین عزیز هست باید عزت نفس داشته باشه فرومایگی از از, از انسان مؤمن از انسان عزیز از انسانی که عزت نفس داره قطعا به دور هست حالا اگر این خشونت ادامه پیدا بکنه این عزت از بین میره وقتی عزت از بین رفت انسان به فرومایگی رو میاره یعنی از خود را وقتی مادونی به اصطلاح سایر انسان تصور بکنه در این صورتی که ممکنه به هر پستی تن بدهد و بالاخره کسی که دزدی میکنه کسی که جنایت میکنه کسی که بالاخره به گناهانی مشهوری که در جامعه هست جامعه است رو میاره از ابتدا اینطور نبوده از ابتدا او دوز نبوده از تخم مرغ دوزدی به شطور دوزدی رسیده بالاخره وقتی انسان اون انسانیت خود را فراموش کرد و بالاخره ضعیف تلقی کرد طبعا بعد به هر پستی ممکنه تن بده و بالاخره رو بیاره لذا این پستی میتوانه به صورت فردی باشه حتی به صورت اجتماعی بوده باشه اه. خب حالا بعد در فرومایگی و پستی بعضی مواردی هست که آدم نمیتوانه او را بالاخره به زبان بیاره در دوست. رسانه یا در یک مجموعه و همین به صورت کلی انسانی که شخصیت انسانیش از بین رفت یعنی به هر پستی و هر خفت و خاری ممکنه تن بده یعنی چون خود اینجور فکر نمیکنه که تو هم مثل او یک انسانی تو سزاوار شونه امر نیستی چون فکر تسلیم بشه زود به هر خواسته ای تن, تن بده به هر ممکنه زود یه آدم تبدیل به جاسوس میشه یه آدم عامل دست انسانهای دیگه قرار میگیره که قاچاقبری بکنه دزدی بکنه جنایت بکنه خیانت بکنه که سودش به جیب یک انسان دیگه بره سودش به بحش. جیبی یک،, یک کسی دیگه بره اما کار پستش ای انجام بده کار زشت و گناهش ای انجام بده گناهی بالاخره مشهود و ظاهریشه تا سودش به جیب کسان دیگه بره رضا در روایات هم دارم که از پستی انسان ها اینه که انسانی که خیلی پست است که خاطر کاری دنیایی دیگران به خاطر سودی دنیایی دیگران آخرت خود را از بین میبره یعنی پستر الله. از همه اون کسیه که به خاطر سودی به خاطر دنیای دیگران آخرت خود را آتش میزنه یعنی وقتی آدم پس شد به خاطر که یک کسی به یک مقام برسه به یک جایی برسه او به یک جایی برسه تو آخرت خود اینجا از بین میبری مثلا عمر سعد چیکار میکنه عمر سعد میاد با اینکه خود یک آدم یک شخصیت yeah. برای خودش ولی اونقدر پسته که به خاطر دنیای یزید او حاضر آخرت خود معامله بکنه خب در هر صورت پس یکی ده. از آثار خشونت خانوادگی از بین رفتن عزت نفس انسان هاست که در اون صورت بعد به هر, هر پستی ممکنه تن به حال این پستی بالاخره گناه بوده باشه ممکنه تن فروشی باشه ممکنه وطن فروشی بوده باشه بهم. وقتی آدم پس شد انسانیت از او گرفته شد عزت نفس از او گرفته شد و وقار انسانی از او گرفته شد همون گونه که ممکنه اقدام به تن فروشی بکنه اقدام به وطن فروشی هم بکنه وطن خود خاک خود خاک حب الوطن من الایمان وطن خاک جغرافیا اون جایی که انسان در رشد کرده از آب و خاکش استفاده کرده از غذای او استفاده کرده از اونجا تبدیل به یک انسان شده او برای انسان ارزش داره نه. او باید اهمیت داشته باشه خب نکته دیگه که در همین بخش هست بحثی تثبیت روحیه ظلم پذیری هست وقتی به اصطلاح عزت نفس که از بین رفت بعد هر ظلمی میره میپذیره می لذا می می زود برد. تسلیمی دشمن میشه و همه چیز رو تقدیر و سرنوشت خود میدانه خیلی اینجا مسئله مهمه که میگه خب تقدیر تقدیر ما قسمت همین بوده. همی بوده که قسمت, همی بوده که سر این ما... با من داشت آره قسمت همین بوده که ما باید خب گرفتار مثلا شمر ابن ذل بشیم گاهی وقتا مثلا شوهرها مثل یک انگار مثل یک شمر وارد خانه میشه مثل یک بالاخره یک ظالمی ستمگری که بالاخره وقتی وارد خانه میشه حکومت نظامی برقرار میشه دیگه را به خود میلرزه ما شاهد بوده ایم. موارد را ما دیدیم همین که خبر میشدن مثلا پدر خانواده داره برمیگرده دیگه را میلرزیدن مثل برگی بید که خب فلانی آمد دیگه حالا ممکنه خب همه ای ما زیر سوال بریم در هر صورت بحث روحی ظلم پذیری از همین جاها صورت میگیره ما, کم ما کمتر شنیدیم شاید شما دیدین که اصلا خیلی به این موضوع افتخار که. میکرد که فلانی چه ابهتی داره در خانواده این موضوع شما اگر دقت کرده باشید در خب در اف... لاقل در افغانستان در جنگ ها وقتی کسانی که میرفتن خب ب... و کوه ها و دشت ها و اینا قیافه ها رو قیافه های وحشتناک میکنند که بالاخره خود این نگاه کردن اینها یک روح و وحشت در دل بیننده ایجاد بکنه خب در محیط خانه ها و خانواده ها بعضا این سیاست حاکم بوده یعنی یک حاکم خانه خانواده ایره برای خود افتخار میدانه که زن و بچه از او حساب میبره بله مثلا همسایه بله. از او حساب میبره خب بی ترسن یعنی ترس دیگران را افتخار برای خود میدانه در حالی که متوجه نیست آدم از چی بله. میترسه بنیاد خانواده مهر و محبت و کسی که خود شبیه مثلا یک موجودات دیگه درست بکنه این افتخار نیست ولی خب متاسفانه در جامعه ای ما این مسئله هست وقتی خب این تبدیل شد به یک روحیه ظلم پذیری این دیگه در عرصه جامعه هم رواج پیدا میکنه مثلا یک ملتی که همیشه روحیه او تضعیف بوده کشته شده باشه در برابر ظالم بعد مقاومت نمیکنه میگه قسمت ماه ابن سر ما اب نداره سرنوشت ما همینه که ای حاکم ما باشه سرنوشت ما ایه که ما همین رقم زندگی کنیم در حالی که اینطور نیست دیگه خداوند انسانها را آزاد آفریده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خود انسان ها می توانند سرنوشت تغییر بده یک خانومی که تحت ستم تحت ظلم بالاخره شب و روز زیر رقبار شکنجه و ظلم هست خدا طلاق را برای چه قرار داده اگر میتونه از حق دفاع کن اگر نمیتونی راهی فرار خدا گذاشته دیگه طلاق را برای همه گذاشته با این نمیتونی زندگی کنه خب بالاخره زندگی خود میتونی نجات بدی اما وقتی روحیه کشته میشه شخصیت لگت میشه تضعیف میشه دیگه در اون صورت همه این مسائل و همه ای این مسائل رو تقدیر و سرنوشت خود میدانه دیگه او وقتی کسی مسائل تقدیر بدانه و سرنوشت بدانه اقدام نمیکنه بله. برای تغییر وضعیت اقدام نمیکنه یک مرتبه در برابر شوهرش میگه خب چرا میزنی مگه ما چی گناهی کنه خب بالاخره نه. ما نمیخواستیم که این قوری مثلا بشکنه این چاینک بشکنه یا این مثلا پایی حیوان شکسته بشه یا چنین یا چنان بشه yeah, yeah. همش دوست نداشتم اتفاق بیفته ولی اتفاق افتاد از او گرفته ده. میشه لذا ما yeah. امیدوار هستیم که خانواده هایی که این برنامه اینجا. رو میشنون میبینن تماشا میکنن خب هم کسانی که رئیس ارشد خ... خانواده هستن مثل پدر یا مادر یا هر کسی به وظایف دینی خودشان توجه داشته باشه و هم بسیاره. کسانی که در اون محیط زندگی میکنن چون این محیط خانواده است که بالاخره این سراغاز زندگی فهمی. اجتماعی کار میکنه که از اون یک استفاده عالی داشته باشه از جامعه با. بر همین اساس ساخته میشه ما اگر بخوایم جامعه ای سالم داشته باشیم بعد حکومتی سالم داشته باشیم. بعد, داشته باشیم بعد رفاه و آسایش داشته باشیم باید هر کسی پای اندازه گلم خود دراز کنه هر کس به حق خود قانع باشه هر کس به وظیفه خود آشنا باشه بسیار عالی استاد تشکر عالم. خیلی عالی استفاده کردیم ان خیر و سلامتی بدر راهتان باشه و بحث ها هم اینطور مورد استفاده خوب همه قرار بگیره تشکر از حضورتون سلامت باشید من به صد منت و خواهش ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید به دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد هر کجا یاد خدا بود تو را یادم هست هر کجا ذکر خدا بود مرا نام آورد بیننده های عزیز گرامی سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید این بود برنامه این شب وقتی بیداریک تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه تان و الله پاک به هم تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار <applause>